جمهوری اسلامی نابودگری میکنه و مردم با یک واژه تسلیت تسلیم میشن سلبریتی ها تسلیت ها رو می نویسن مردم نیز فرزندان خودشون رو به گور سرد میسپارن اما جمهوری اسلامی همچنان میکشه این نوشتن آبادان تسلیت و امثال اون در هر فاجعه انسانی قبیه ذلت اغماز بر چرایی مصیبت تقلیل فاجعه به سوگ و چرخاندن انگشت از سمت جنایتکار به سمت دردناکی حادثه همدلی با قربانی نیست مجوز بازآفرینی جنایت در همین رابطه یکی از کسانی که در ساخت غیرقانونی متروپول آبادان دست داشته اسماعیل زمانی زمانی مدیرعامل منطقه آزاد اروند بود که در آذر 99 به دلیل تخلفات مالی بازداشت شد و پس از دو ماه با وسیقه چند میلیاردی آزاد و به پست قبلی خودش برگشت و این در حالیه که این وسیقه رو شریعتی استاندار وقت برای او گذاشته بود و اما دیروز خبر بازداشت عبدالباقی رو دادن امروز جنازش از زیر آوار پیدا شد و حتی پزشکی قانونی هم تایید کرد. مقداد نیلی احمدآبادی داماد ابراهیم رئیسی، شوهر ریحان سادات رئیسی، مؤسس و سردبیر سابق رجا نیوز بود و امروز برادرش میسم نیلی سردبیره و در رجا نیوز خبر دادن که مالک و پیمانکار اصلی ساختمان متروپول در محل حادثه فوت کرده. در همین رابطه دادستان مرکز خوزستان میگه با توجه به کشف اسناد هویتی حسین عبدالباقی مالک برج متروپول و یکی از متهمین اصلی پرونده در البسه یکی از قربانیان حادثه که غیر قابل تشخیص بوده دستور تشخیص هویت فرد فوت شده از طریق واحد تشخیص هویت ناجا و پزشکی قانونی صادر شد که هویت وی مورد تایید قرار گرفت دو فردای دیگه ایشون رو هم در کانادا میبینیم برادر من صد و ده نفر اینایی که تو زیر زمین بودن این سه طبقه زیر زمین داشت خب بالای حد اونایی که الان به چه آمار دقیق آمار دقیق بهم دادن چل نفرم بالا تو ساختمون بودن این آمار دقیق خب از صبح هم سه بار کارگرا و مسئول عبدالباقی زنگ زدن گفتن آپارتمان داره می ارزاق عبدالباقی این سه بار بهشون گفته شما توهم زدتون بیرون نرید بذارید کارگرا سر کار باشن یک از است و رفتو سیگار بخره پیشه به چای ساده بود مغازه رو برو خب یک به چا اونجا رفیقمونه بار داشت اومد کمکش گو اصاب تنها ما به عبدالباقی زنگ میزنیم میگیم آپارتمان داره تکون میخوره و گفته شما توهم دارید همون لحظه ریزش کرد ساختمون آملان و آمران فاجعه برج متروپول آبادان رو بهتر بشناسید حاج حسین عبدالباقی و برادران از آجیل فروشی تا ثروت ای. حسین عبدالباقی و روابط وی با مقام های حکومتی رو پایگاه خبری خود رژیم در 13 همه مرداد ماه 1399 این چنین منتشر کرد. حاج حسین عبدالباقی رو اگر کمتر از دو دهه قبل می شناختید نه حاجی امروز بود با دست در جیب و در حال عکس گرفتن کنار زمین های دریافتی با دوستانش و نه این حسین عبدالباقی افسانهای ای با ثروتی که دیگه نه در جیب جا میشه و نه در بالشت پدر او و برادرانش صاحب آجیل فروشی بودن در خیابان زند منطقهای در شهر جنگ زده آبادان و پدرشون البته سابقه بنایی داشت او مردی زحمتکش و شریف بود که هرگز در رویهاش نمیدید روزی پسرانش با رهبری حاج حسین عبدالباقی صاحب ثروتی با ارزش چند هزار میلیارد تومن بشن اما راز و رمز ثروتاندوزی عبدالباقی چیست و چطور طی کمتر از دو دهه او صاحب این دارایی شده و در کنار دارایی برادرانش میره تا نام سلطان اروند رو در کلام روزمره مردم نصیب خودش کنه و این در حالیه که عبدالباقی نه کارخانه ای ساخت و نه با پول و سرمایه شخصی تولید و کسب و کاری خلاق راه انداخت او به و بفروشی بود که نقشه زمین های مرقوب شهری رو خوب می شناخت و فرمول ثروت اندوزی او مانند بسیاری دیگر در ایران امروز بسیار ساده است مدیریت هوشمندانه روابط و فرصت رانتی عبدالباقی هر چه که بشه نمایی روشن از دلایل عقب مندگی و گستری رانت و شبکه های عجیب در شهری جنگ زده است که روزگاری قطب صنعتی کشورمون بود فردی که حضورش و اثر فعالیتهاش برخلاف آنچه در ظاهر امر نشان داد باعث برهم خوردن نظم اجرایی شفافیت توسعه گسترش هاشی نشینی و تخریب منابع و سرمایه های مادی این منطقه شده وقتی شکل شفاف سرمایه گذاری و ثروت اندوزی برهم میخوره وقتی تلاش برای کسب ثروت قانونی جای خودش رو به تلاش برای برقراری روابط با چهره های سیاسی و اجرایی به نام استفاده از فرصت ها میده در این زمان به صورت رسمی خلیل جنامی عضو شورای شهر آبادان در صفحات مجازی خودش تبلیغ فروش املاک حسین عبدالباقی رو منتشر میکنه و شهردار از او قهرمان میسازه تا تخریب بازارچه بانوان رو فرصت بدونند مدیر عامل منطقه آزاد برای سر و دست میشکنه معاونت علوم پزشکی برای واگذاری زمین های در عوض املاک نامرغوب سر و دست میشکنه. سازمان برق منطقه هم هر کاری میکنه تا به ثروت حاج حسین اضافه بشه. حتی اگر این کار در قالب واگذاری زمینی 400 متری در مرکز شهر آبادان با شرایطی باور نکردنی و انشعابات برق باشه و اما طی سالهای 1398 و 1399 واگذاری زمین زندان آبادان به مساحت چند هزار متر در بهترین نقطه احمد آباد. واگذاری زمین بیمارستان پنجاه تخت خوابی به مساحت چند هزار متر در بهترین نقطه احمد آباد. و واگذاری زمین کنار هتل نخل در بهترین نقطه تفریحی آبادان به مساحت چند هزار متر. همچنین واگذاری زمین خیابان دبستان در بهترین نقطه مرکزی شهر به مساحت چند هزار متر و همچنین اعلام واگذاری زمین بازارچه بانوان به مساحت بیش از هزار متر در خیابان دبستان و واگذاری زمین تجاری تفریحی ساحلی به مساحت چند هزار متر در مسیر ساحلی آبادان و واگذاری زمین درمانگاه مهر به مساحت بیش از هزار متر و واگذاری زمین پست برق به مساحت 400 متر در مرکز شهر و غیره با قیمت ها و شرایطی باور نکردنی بخشی از حکایت جالبیه که میره هاش حسین رو نخستین مرد ده هزار میلیارد تومنی آبادان در جامعه سرمایه ایران کنه مردی که از خاک و زمین های متعلق به دولت و مدیریت روابط تونست آجیل فروشی خودش و برادرانش رو به اینجا برسونه حسین عبدالباقی از دوستان پاسدار سعید محمد سرکرده پیشین قرارگاه خاتم سپاه و رئیس کنونی منطقه آزاد اروند و سایر مقام های حکومتی از جمله غلامرضا شریعتی استاندار جنایتکار پیشین خوزستان و سرکرده سپاه خوزستان و اعضای شورای شهر و امام جمعه خامنه ای در استان خوزستان نیز هست. اینه که بسیاری از مشکلاتی که مردم مطرح می کنند در برنامه برمیگره به حوزه شهرداری و ما از شما همیشه دعوت کردیم خواهش کردیم اونم با احترام که انشالله جوابگو باشید حالا ما همیشه جوابگوی رسانه محترم هستیم تا زمان که رسانه حد خودش نگهدار مطمئن باشید ما جزء وظایف اون جواب خب بسیار خب بسیار خب و ما خدای نکرده این تا نه... زمانی که تا زمانی که حد حت... خط حت... قرمزها رد نشد من شخصا در خدمت بله حالا من خط قرمز شما رو نمیدونم و نمیشناسم قربان شما ممنونم متشکرم خدا نگهدار من پلاسکو غرق شدن سانچی سقوط هواپیما ریزش معدن تورم بیکاری و حالا سقوط ساختمان در حال ساخت در آبادان اینا همه نشانه هایی از جامعه که به صورت آرام ولی محسوس در حال فرو ریختن و سقوط کردنه جامعه ای که آرام آرام به مرگ خودش عادت کرده و با فاجعه عجین شده و اما اولین سوالی که جامعه در پی این حوادث از خودش میپرسه اینه که کجای دنیا این میزان دزدی و بیقانونی جنایت توسط ادعی به اسم مافیا و سلطان آغازاده و آقازاده و زمینخوار و دلال و غیره وجود داره خاکستر باد بیت خامنه‌ای و تمامی اهل بیتش که ایرانمون رو سوزاندند بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.